بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. به مجموعه اخبار در این ساعت خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. نشست چهار جانبه میان افغانستان، سعودی، امریکا و امارات متحده عربی در پیوند به صلح افغانستان در ابوظبی. سپردن موضوع انتخابات غزنی به خاطر حل آن به شورای امنیت. و انفجارات در مراکز رایدهی در مناطق مختلف پاکستان. این هم مشروع خبرها. من عصمت الله احمد زئی هستم. در پیوند به صلح افغانستان و مبارزه مشترک بر ضد تروریسم، چهار کشور در ابوظبی به توافق رسیدند. شورای امنیت میگوید امریکا، سعودی، عربستان، امارات متحده عربی و افغانستان بر تلاش ها بر مبارزه بر ضد تروریسم و صلح بحث کردند که با گفتگوهای مستقیم با طالبان زمینه فراهم شود. با این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور میگوید نباید مشکلات میان کشورهای شرق بر وضعیت افغانستان تأثیر نادرست بر جا بگذارد. ابوظبی میزبان یک نشست در پیوند به صلح افغانستان بود. بروز سه شنبه نمایندگان ایالات متحده امریکا، سعودی، امارات متحده عربی و افغانستان بر مبارزه مشترک بر ضد تروریسم و تلاش‌های دوامدار برای صلح بحث کردند. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در نشست چهار جانبه از جانب افغانستان رهبری هیئت را بر عهده داشت. نست که د سولې د مخامخ خبرو د پیل او اوربند له تمدید څخه د ملاتړ تر څنګ دا پریکړه هم وشوه چې د همکاریو څلور اړخیز میکانیزم چې افغانستان، امریکا، عربي متحده امارات او سعودي عربستان پکې شامل دي په یوه دائم الفعاله پروسه بدلیږي او په راتلونکي کې به هم خپلو ناستو او بحثون ته دوام ورکوي. در نشست ابوظبی در کنار مبارزه مشترک بر ضد تروریسم به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی نیز گفتگو شد. قرار است سربازان امارات متحده عربی در شوکات ناتو برای همکاری به افغانستان بیایند. رئیس جای حکومت با درخواست از امریکا در پیوند به نشست گفت که نتیجه آن مثبت خواهد بود. از مش توقع داده چی؟ او موش هم نغوالی او اوی هم نغوالی چه او مشکلات چه پا نور عرق و برخو که دی پا منزلی خطیس که یا دی نور و ملکون و ترمنزشتا پر افغانستان که منفی اغیزه او کی موش یقین لرو چه اوی تاثیر مثبت تاثیر چولشی بر دغه وضعیت بر. در پیوند به صلح نشست های مهم در داخل و خارج از کشور برگزار شد که به نتایج آنها خوشبینی ها وجود دارد، اما اعضای بروسی جرگه انتقاد می کنند که جزئیات گفتگوها پنهان نگهداری می شوند. دا باید ټول افغانان ته په ډیره صحیح ډول باندې باید روښانه وي چې موږ سوله د چا سره کوو او څه راڅه غواړي. آیا موږ سوله د پاکستان سره کوو؟ آیا موږ سوله د طالبانو سره کوو؟ او غوښتنې باید مشخصې وي. ټول افغانان او خصوصا ولسي جرګه چې د ملت استازي دي باید په دې پوه سي. طالبان در نشست های مربوط به صلح سهم نگرفتند، اما اکنون که به سطح منطقوی و جهانی است برای موفقیت این پروسه کارها ادامه دارد و عدم اشتراک طالبان ممکن این پروسه را جنجالی سازد. وزارت دفاع در کنار جنگ از نیروهای امنیتی خواست که برای آتش بس احتمالی با طالبان نیز آمادگی بگیرد. وزیر دفاع که در قلعه اردوی 203 تندر در یک نشست سخنرانی می کرد گفت بانک نیروهای امنیتی با 20 گروه تروریستی مصروف جنگ هستند، اما برای آتش بس احتمالی نیز آمادگی داشته باشند. در این حال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع آتش بس میان طالبان و حکومت را در عید گذشته تقدیر کرد و از هر گونه تلاش برای صلح حمایت نمود. سفر وزرای دفاع ملی، وزارت امور داخله، قماندان ماموریت حمایت قاطع و سفیران شمار کشورها به پکتیا. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی در نشستی که در قلعه اردوی 203 تندر برگزار شده بود گفت نیروهای افغان با 20 گروه مسلح مصروف جنگ هستند، اما به خاطر آتش بس احتمالی با طالبان نیز باید آمادگی گرفته شود. هر قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلام شد و نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما
و آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال کنیم. در این حال جان نیکولسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع از آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان مسئله در عید گذشته استقبال نمود و از هر نوع تلاش های صلح حمایت کرد. نیکولسن میگوید جامعه جهانی با افغان ها است و با طالبان پیام میدهد که در جنگ موافق نمیشوند. از آتش بس و پروسه صلح رئیس جمهور غنی حمایت و تشکری میکنیم. همچنان از طالبان نیز تشکری میکنیم که در عید گذشته آتش بس کردند. جامعه جهانی از تلاش های حکومت افغانستان برای صلح حمایت میکند. از سوی دیگر ویس احمد برمک وزیر امور داخله به پلیس هشدار داد اگر در انتخابات مداخله کنند از وظایف بر کنار و بعد سارنولی معرفی خواهند شد. تمام ساختارهای شمایی که در سطح جوری فکری هستند رسول این کنان بودیم که هر کماندان پلیس در انتخابات مداخله کنند ورون درزه اگر تا میکی خط موزده میشه و سارنولی معرفی میشه و همزده کنان مدرسه. ولی پکتیا به سطح قومی از تلاش‌های صلح یادآوری کرد که به گفته وی اگر کدام طرف خواسته‌های مردم را در پیوند به آتش بس قبول نکند با آنها مقاطعه اعلام خواهد کرد. انتخابات غزنی بر اساس ماده 104 قانون اساسی 4 ماه بعد از انتخابات ولایات دیگر برگزار خواهد شد. بعد از جنجال‌ها در پیوند به انتخابات غزنی کمیسیون انتخابات فیصله کرد که مشکل غزنی را به خاطر حل آن با شورای امنیت می سپارد. با این حال کمیسیون انتخابات به طور جدی از حکومت می خواهد که به نشست های آنها اشخاص درجه اول را بفرستد. ندید پرچی دیگون در افغانستان نور در دردش ولایت و انتخابات متاثر نکی کمیسیون پریکل اوکلا چی در غزی موضوع در کمیتی در محول کی چه اگه که رئیس در شورای امنیت ده سرد اعضایوی هم در انگا اگه که دو تاقو رئیسان بی در شورای ملی هم در اولیسی جرگه و در مشان جرگه لوی سانوال بی قاضی قضات سر بوسی که رئیس در سارن کمیسیون رئیس بوسی که خانون مانی. کمیسیون سم شکایت های انتخاباتی از نزدیک به 800 شکایت 200 آن را تثبیت کرده است. بیشتر شکایت ها در این کمیسیون در پایان به زورمندان ثبت شده که دزدی، اختطاف، غصب و قتل ها دست دارند. کمیسیون سم شکایت انتخابات در تحقیقات خود برخی شکایت ها را به ارگان های امنیتی فرستاده تا در مورد آن تحقیقات انجام و اقدامات صورت گیرد. 200 قضیه را فعلا داریم در اختیارمان که طی مراحل شده و نزدیک است که انشالله انقریب شاید تایی دو سه روزی آینده تصمیم دربارش اتخاذ شود. در پیوند به موافقیت احزاب در انتخابات پارلمانی پاکستان دیدگاه های متفاوت در افغانستان وجود دارد. شمار از اعضای ولسی جرگه باور دارند اگر هر حزب به قدرت برسد استراتژی اردویان کشور را تعقیب خواهد کرد و یک تأثیر بالای افغانستان نخواهد داشت. اما کارشناسان نگرانی دارند اگر حزب تحریک انصاف در این انتخابات موفق شود، عمران خان تمایل مداخله در امور افغانستان دارد. حکومت‌های ملکی در پاکستان سر قضیه افغانستان تعیین سرنوشت نمی‌کنند. یعنی حکومت‌های ملکی صلاحیت زیر ندارند که در افغانستان اونا خلاف پالیسی که قبلا اتخاذ شده است از طرف فوج پاکستان و آیسای پاکستان اونا بتانن اون پالیسی را یا عمق استراتژی که پاکستان طرح کرده است اینا تغییر بدن. در پاکستان هم هر کسی که به قدرت بیایه این نظامی های پاکستان آنچی بوقیه منافع استراتژیک پاکستان در چی نیفته است او تعقیب می شود. ولسی جرگه ارگان های امنیتی را در تامین امنیت ناکام می داند و در این مورد ایجاد یک راهبرد را پیشنهاد می کند که نامنی ها را کنترل نماید. رئیس ولسی جرگه می گوید حکومت باید در تفاهم با تمام جوانب استراتژی را تهیه نماید که به وسیله آن بحران جاری مدیریت شود. اما رمضان بشردوست مسئول مشکلات جاری ولسی جرگه را می داند. با این حال بعضی وکلا در ولایت تخار از گروه مسلح غیر مسئول ملک تانار شکایت کرد که زندگی را بر مردم دشوار ساخته است. در تفاهم به یک توافق کلی به یک استراتژی متناسب به شرایط اگر نرسه برای فعلا ما از امکانات سکتورهای امنیتی نمیدانیم که اینا این بحران مدیریت بکنند. مرگ و میر طفل و مادر هنوز هم در افغانستان زیاد است. ریاست صحت باروری وزارت صحت عامه میگوید فیصله های نادرست در مورد ازدواج عجله از مواردی هستند که سبب مرگ و میر طفل و مادر می شود. با این حال معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه آگاهی عامه را در بخش ازدواج به سطح تمام کشور آغاز کرده است.
مرگ و میر مادرها گرچه در افغانستان بسیار زیاد است، اما یکی از مسائل است که قابل وقایه است و نیاز به یک سلسله اقدامات دارند که اگر او را خانواده ها، مثلا جوانان قبل از ازدواج در زمان بعضی که تشکیل خانواده میتن مسائل در نظر بگیرن، یقیناً که در صحت مادرها و در صحت خانواده بهبود حاصل میشه، مرگ و میر مادرها کاهش پیدا میکنه. اتحادیه اروپایی با حکومت افغانستان برای دولت سازی 98 میلیون یورو کمک کرد. پول های کمک شده بر پروژه های انکشافی افغانستان، رشد اقتصادی، فرصت های کاری و جلوگیری و کاهش فقر هزینه خواهد شد. با این حال سفیر اتحادیه اروپایی در کابل از کمک های طولانی مدت با حکومت افغانستان در بخش اقتصادی و حکومت داری خوب اطمینان داد. این کمک ما جدا از آن است که در نشست اخیر بروکسل با حکومت افغانستان اعلام کردیم. این کمک برای دولت سازی است که سهولت برای هر افغان، فراهم سازی فرصت های کاری و در نتیجه کاهش سطح فقر می باشد. قرارداد ساخت بند برق پاشدان پس از 30 سال تأخیر دوباره امضا شد. قرارداد تولید برق و ذخیره آب حدود 6 سال قبل در زمان حکومت حامد کرزی با یک شرکت خصوصی امضا شده بود. اما در نتیجه عدم پیشرفت کاری رئیس جمهور غنی، قرارداد این بند را در سال 94 فسخ اعلام کرد. وزارت آب و برق فاز دوم بند پاشدان را با هزینه 180 میلیون دلار با شرکت امضا کرد که کار 3 ساله بند را تا 6 سال به تأخیر انداخت. خبرهای داخلی در همین جا به پایان میرسد، اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان میگردد. ادامه اخبار و این هم چند خبر از جهان. در جریان رایدهی در پاکستان در مراکز مختلف رایدهی انفجارها به وقوع پیوسته است. بر اساس گزارش ها با اثر انفجار در کویته بلوچستان 31 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر در نتیجه تیراندازی در منطقه سوابی 5 تن کشته و زخمی شدند. در گزارش ها همچنان آمده است که در نزدیک مرکز رایدهی در سن نیز تیراندازی صورت گرفته است. انتخابات پارلمانی سال جاری در مناطق پشتونشین از آغاز کمپاین ها با خشونت ها همراه بود. تمام انفجارها در خیبر پشتونخوا و بلوچستان انجام شده که باشندگان در قدم اول پشتون ها و بعدا بلوچ ها هستند. تا حال در مورد انفجار از پنجاب گزارش دادن نشده است. ترامپ یک بار دیگر برای ایران هشدار شدید داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید آنها به اقدام واقعی آماده هستند. دونالد ترامپ بر حکومت باراک اوباما انتقاد کرد که این فاجعه و بحران از سوی آنها به میان آمده که با ایران توافق کرده است. ترامپ در حال این هشدار را داده است که مشاجره های لفظی میان هر دو رهبر در این اواخر بیشتر شده است. از سوی دیگر تحریم های آمریکا بالای ایران وضعیت اقتصادی مردم را در ایران با خطر مواجه ساخته است. مردم ایران برای حکومت این کشور فشار وارد می کند که با واشنگتن توافق کند. تشکر از همراهیتان. اخبار این ساعت در همین جا به پایان می رسد. تا دیدار بعدی، الله نگهدار.